بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. باز هم خوش آمدین به ادامه درس ها، جلسه پنجم درس ما، پروگرام پاورپوینت پکیج آفیس. خب میریم پروگرام خود را باز بکنیم. این سلاید را ما جلسه قبلی کار کرده بودیم، کارهایی را که انجام دادیم ما سلاید از جلسه قبلی انجام دادیم. قسمت سلاید شو رو خواندیم و این قسمت قسمت چیه؟ قسمت از قسمت ریویو. قسمت ریویو میبینید تمامش هم کامل چی است؟ کامل تکراری است. قسمت ریویو کامل بخشایشان تکراری تکراری است و اگه خواستیم باز این اینجا باشه، نگ بلانک سلاید میگه خب نه این رو پاک میکنم، یک سلاید دیگه میگیرم، اینی تک سلاید میگیریم. دیگه ریویو با ما چیکار میکرد؟ از اینجا با ما هم بخش که شما اینجا اشتباه تایپ کردین و ما اسپلینگش رو چک میکرد. خب در اینجا با ما نگرفت، چون بخاطر ای که چه شد؟ ان آل گرفت. میگه کی چی است؟ اسپلینگش اشتباه هست. میبینین از اینجا با ما انوی را کال داروی عزیز زدین، باز در اینجا که میزدین و ما چی میکرد؟ بعضی لغت هایی که مترادف ای باشه رو با ما در اینجا می آورد. وی به این صورت کار میکرد. و دیگه چی است؟ ای ترژر. ترژر همین لغت ها چی میکرد با ما؟ ترشرد میامد لغت هایی که هم مانند ای باشه را اونا رو با ما پیدا میکرد. مثلا مثل چی؟ مثل باشه نه کلمه دیگر می نوشتم میکنم، مثل فایل میرک ترشرد میزنیم، این فایل رو میبینیم. تمام چیزایش که سینونیم این لغت هست رو با ما پیدا میکرد. و این لغت اگر ما میخواستیم که معنی اصلیش ببینیم از اسمارت لوکاپ میدیدیم، از اسمارت لوکاپ می رفتیم می دیدیم که اینجا با ما حال به اینترنت وصل نیستیم و معنی هم دقیق لغت با ما نمایش نمی ده. و دیگر چی قسمت چی هست؟ ترانزلیت. ترانزلیت کم که بیاد یک متن رو با ما چی کنه؟ با ما ترانزلیت کنه که میگه ترانزلیت دینه از این قسمت، میگه از کدام زبان به کدام زبان سید شوه. میبینین از کدام زبان به کدام زبان سید شوه. و حال اگر ما بینیم ترانزلیت هم که ما رو بزنیم و فعلا سرویس های را که ما میخواییم چی نشده؟ سیت نشده در کامپیوتر ما. با این فعلا کارم نمیکنم. خب و دیگه قسمتی چی هست؟ لنگویج سیت پروف. سیت پروف ریدنگ بود که از اینجا ما انتخاب میکردیم که چی باشه. همه بخش ما آل فعلا میبینیم زبان انگلیسی تیک مارک داره و زبان مثلا فارسی ایران نداره. و اینجا ما بیم میگم انگلیسی رو، حالا انگلیسی رو شما من تایپ های غلط نوشته میکنین و ما از شما چی میگیره در اینجا؟ اینمی سپلینگش غلط میگیره. ولی اگه فارسی رو بن نوشته کنین، فارسی رو باز از شما چی میگیره؟ صحیح میگیره. فارسی رو هر چیزی که نوشته کنین صحیح میگیره، به خاطر اینکه در این قسمت فارسی هم سرویسش نصب نشده. این رو باید سرویسش نصب کنین تا باز بتونین چی کنین؟ از این خدم از این سرویس ای استفاده کرده بتونیم. و دیگه چی بود؟ کامنت. کامنت هم که به ما می آمد چی میکرد؟ کامنت میداد. هر کامنت رو باز میخواستیم این اینجا کامنت میدادن، باز میتونیم چی میکردن؟ کامنت شه میدادن. به مورد این بخش مثلا بیا کامنت رو من نمایش بده. خب میبینین این کامنت رو ما این کار رو میکرد که دلیج و چی شو کامنت، کامنت نشان داده شاید یا نشوه. کامپیر هم که دو متن رو با ما چی میکرد؟ مقایسه میکرد که خالده اینجا در ورد در پاورپوینت دیگه کم پیش میکرد ما دو متن مقایسه ای بیم استفاده بکنیم. حال خواستیم استفاده بکنیم باز هم مثل همو بخشه که در قسمت ورد ما کار میکردیم، به اون صورت برای چی میکنیم فایل هایتان رو ذخیره میکنیم و فایل اصلی و بعدی را با هم دیگه گرفته و در اونجا رو کار رو میکنیم. خب و دیگه در قسمت چیزی نیست. در قسمت ببینین استارت اینکر است، بازم این ای فضا باز میشه. از اینجا بازم چیزی که در جلسه قبلی کار کردیم از قلمه اگه چیزا باز این اگر از اینا خواستین استفاده کنین، باز از اینجا میتونین که از اینا چی کنین استفاده بکنین که این بخش ها رو به ما در قسمت داره. یعنی اریز پس اگه خواستی اینا رو پس میری چی میکنی؟ پاک میکنی. اگر نخواستیم که پس نمیکنی. خب این کارها رو ما از قسمت چی کردن میتونیم؟ از این قسمت انجام دادن میتونیم. خب و چیز دیگه که در اینجا گفته ای خب ایرمای استاپ میکنم، پس میم به حالت چی؟ ریویو خود ای از این قسمتی کارا رو انجام بدم. و ویو با ما چی کار میکنه؟ ویو یعنی سلاید هایی که داریم، ویو به معنای مشاهده بود. زی از اینجا ما چندین حالت رو داریم، از اینجا چندین حالت رو داریم که به چی حالت ها ما چی میکنیم نشان میدیم. حالت نرمال است یا حالت نرمال است. و
بعدش اگه خواستین اوتلاین ویو به شکل اوتلاین به ما نشان بده، این هر بخش به ما چی میتونه به این صورت دانه دانه این حالت کلیش به ما نمایش میده که این حالت اوتلاین ویو یا چی سلایت سورتر. سلایت سورتر اینجا که میام بین هم تایمینگ به ما نشان میده و هم همین سلایت ها رو به این صورت میبینین. این 8 ثانیه تایمینگ ما در قسمت سلایت شو آمده بودیم دانه دانه به اینا تایم داده بودیم، اینجا به ما امی تایمینگشان و اینا رو کلشان چی میتونه نشان میده. ببینین دیگه چی میگه نوت پیج. نوت پیج این معنی که هم سلاید تان شما میارین و همچنین به او یک نوت هم چی میکنین سید میکنین. اگر خواستین باز نوت سید کنین این فضا رو به ما نشان بده، یا ریدینگ ویو. ریدینگ ویو به حالت حالت ما رو به حالت بله شروع کنین نشان چی خواندن نشان بده و اینجا مثل سلاید شو کار میکنه. این حالت ریدینگ ویو این اینی یک بانه ریدینگ ویو هم سلاید شو است. خب سلاید ماستر خب به حالت نرمال سلاید ماستر میبینین خیلی کار خاصی انجام نمیده به ما. میبینین سلاید ماستر وقتی که می اینمی یک سلاید شما دارین این از اینجا تمام اینمی چیزایی که داره را لیوت هایی که داره کلشان میده زیر به ما چی میکنه نشان میده. خب ما کنترل زاید میکنم پس میم از این حالت حالت نرمال و دیگه چی هندوت ماستر. هندوت ماستر هم خیلی چیز استفاده نداره بازم اینجا با ما اینایش نشان میده که در روی این سلاید اگه خواستین مثلا دو تا سلاید در یک صفحه نشان بدین باز از اینجا چی میتون این استفاده کردن میتون یا به حالت این بخشش پورتریت باشه یا چی باشه لند اسکیپ باشه. سایز سلاید به اندازه استاندارد این ماکسیمم یا مینیمم و اینجا با ما سلاید عکستون رو چی کردن این و اندازه سلاید چی میکنین انتخاب میکنه که خواستین مثلا دو تا سلاید در یک صفحه نشان بدین از این طریقه استفاده کردن میتونین. خب سلاید پر پیج میگه که خالصه کنین چندین سلاید چند سلاید میخواید در یک صفحه ببینید. چهار سلاید میبینید ان وی سرعت به ما چی میشه حالت هایش تغییر میکنه یا میگین که یک سلاید به ما چی کنه تغییر در یک صفحه نشان بده هدر داشته باشه یا نداشته باشه این قسمت فوتر داشته باشه یا نداشته باشه دیت تاریخ داشته باشه یا نداشته باشه پیج نمبر هم داشته باشه یا نداشته باشه و اینجا هم که دیگه میبینید تیم هایشان است و از اینجا رنگ هایشان انتخاب کرده میتونیم و فونت ها ای بخش های چنه و چی؟ set background style دیمی صفحه ما یک background اگه خواستین set کنین باز این میتونین که برین از اینکه چی کنین یک background set کنین این به این رقم میگین که background چی باشه؟ به این صورت باشه هر به این صورت خواستین باز background برش set میکنین از این قسمت این بخش ها میامد به ما این کار را چی میکنن انجام میداد نوت ماست هندوت ماستر را خواندیم و نوت ماستر هم که به ما حالت چی را نوت این چیزی که نوت نوت دادن و اینا رو به ما چی میشه؟ نوت هایشان ها به من نشان میده. خب دیگه چیزی داریم رولر خط کش میگه که نشان داده شده یا نشده گرید لاین این خط ها رو میبینین خط هایی که در اینجا ایجاد میشه این خط ها نشان داده شده یا نه چی؟ گاید اینه که چقدر مثلا در این صفحه تقسیم بندی صفحه هم نشان داده شده یا نشده نوت ها هم نشان داده شده یا نشده که این اینجا اگه خواستین باز در کدام تا در کدام سلاید بین یک نوت اضافه کنین باز چی میتونین این از این قسمت استفاده کرده میتونین که بین یک نوت به اینجا بانین کیر میگه حالت نوت و چی ویو ویو دایرکشن ویو دایرکشن میگه لفت رایت باشه رایت تو لفت باشه صفحه به این حالت باشه یا به این حالت باشه چی شد به چی صورت اینا نمایش داده شد زوم چقدر زوم میکنی همه قدر زومی که میکنی اینا با میفهمیده از این پایین هم میتونستیم که زوم شدی کنیم تنظیم بکنیم زوم از این قسمت هم تنظیم میشه باز میگه فیت تو ویندو بینم خود نظر به خود ویندو که داری در اینجا چی شود سیت شود یا فیت شود. خب و دیگه چی این از این قسمت شما چی کار کرده میتونین میتونین که برین رنگ هایشان به حالت سیاه و سفید یا به هر حالت دیگه شی برین رنگ هایشان رو تغییر دادن میتونین که از کدام نو از کدام رنگ باشه یا back to color world پس به حالت رنگ چی شوه برگرده یا چی black and white سیاه و سفید اینه به این صورت میگین که چی شوه از اینجا سلایت هایتان رو باید میگین چی back to color view به حالت color view برگردن نیو ویندو که به ما یک ویندو یک پاورپوینت دیگر به ما اینجا ایجاد میکرد که به این صورت خب میر پس پاک میکنم اینا دیگه ارنج ها لگه ما دو تا ایجاد میکنیم ما یک بنر پاک کردم. خب اگر دو تا رو ما در اینجا ایجاد کرده باشیم پس
حالت ویو هم که به ما چی میکرد، ای دو تا هر دو تاش به ما چی میکرد، نشان میداد، هر دو تا رو می آمد به ما نشان میداد. خب دیگه اینا خیلی بخش های قابل چی نباشه. و چی حالت کاسکید آبشاری، حالت کاسکید آبشاری به چی معنا؟ ببینید نیو ویندو بازم این اکس 4 تا رو جور کردیم و حالی میگین چه حالت چی کاسکید آبشاری نشان میده. این همی سه تا رک دارین رو ایر بس به چی حالت باش ما نشان میده، این به حالت در سه تا مثلا و این رقم اگه خواستین که باز ببینین به این صورت چی میکنین، از حالت کاسکید یا آبشاری استفاده میکنیم. خب ده اینجا آمده حالت کاسکید دیگه چی گفتن؟ موف اسپلایت. ببینیم از اینجا باز میتونیم که چیکنین اینمی حالت چیکنین انتخاب بکنین حرکت بدین. خب سویچ ویندو به ما میگفت که کدام ویندو رو انتخاب میکنی، اگر دو سه تا ویندو داشته باشی باز از اینجا رفته سویچ ویندو میگه که ویندو یک رو انتخاب میکنی یا ویندو دو رو انتخاب میکنی، کدامشان انتخاب میکنی. و دیگه چی قضیه دیگه چی بود؟ مایکرو، مایکروم که با ما میومد ثبت میکرد، شما یک چیز دیگه میخواستین ثبت کنین باز از اینجا مایکرو استفاده میکنین، مثلا نام مایکرو رو میگه که چی میکنی چه مامانی، ما انگلیسی میکنم میگم که نام مایکرو چی باشه، ای وی بی باشه. خب باشه نگ نامه ای سه تا ای بگم ای چی باشه، این نامه میکرو ما فعلا میبینیم که ما خب میکرو نداریم راستی باشیم که یک بار چک بکنم ده اینجا میایی داروی چی میکرو حالتش میگه پریزنتیشن یک چرا و حالا خوب خیر باشه. میکرو هم که به ما بخش چیزایی که داشتیم چی میکرد؟ ثبت میکنه. از این قسمت میام بگیم بخش این بخش ها را ثبت میکردیم و در این قسمت از ما نمیفهم چرا امروز ای به چی صورت چرا غیر فعال شده. خب باز هم مشکل نداره که دیگه درس های تکرار است. خب این کارهایی بود که ما از قسمت پاورپوینت انجام میدادیم و در پاورپوینت بخش هایی که خیلی مهم هست بس چه دقت داشته باشین که ترانزیشن، انیمیشن این بخش ها زیاد استفاده بسیار زیاد داره و قسمت سلاچو هم تا یک حد دیگه سلاچو بیاین و سلاچو استفاده بکنین، تایمینگ سید میکنین، ریکارد میگیرین و این کارها را شما میتونین از قسمت سلاچو بین انجام بدین. خب این هم از درس پاورپوینت ما که به پایان رسید، امید که چیز را استفاده کرده باشین و برای شما مفید تمام شده باشه. خب تا درس بعدی، تا جلسه بعدی، الله یار و نگهدار شما.